سلام عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید من امیر هستم مدرس زبان انگلیسی و با یکی دیگر از درس های کتاب آکسفورد ورلد سکیلز در خدمتتونم امروز درس چهارم از ورژن جدید رو کار میکنیم و همونطور که میدونید به درخواست خود شما من به ورژن جدید رفتم و به تازگی این اتفاق افتاده فکر کنم یکی دو درس اول بچه ها ورژن همون قدیمی است بریم سراغ آموزش خب خب موضوع درس هست Learning New Words یعنی یادگیری لغات جدید خب حالا اینجا رو یه نگاهی بندازید نوشته Here are some things to help you when you are learning new words یعنی اینجا چند تا چیزی که به شما کمک میکنه زمانی که شما در حال یادگیری لغات جدید هستید خب حالا بیایم در این قسمت یک نکته ای رو که خیلی مهمه و کتاب راجع به thing یا things گفته من بهتون بگم نوشته We often use things or thing to talk about an idea or a subject میگه ما اغلب از این لغت استفاده میکنیم که صحبت کنیم راجع به یک ایده، یک فکر یا یک موضوع فقط یه نکته تلفظی هست که اجازه بدید من بیام روی صفحه که بهتون بگم ببینید زمانی که شما حرف تعریف و رو میخواید تلفظ بکنید و بعد از این حرف تعریف یک کلمه اومده که با یکی از حروف صدادار شروع شده حروف صدادار چیا بودن؟ A, E, I, O, U خب با یکی از اینا شروع شده ما دیگه حرف تعریف و رو وی تلفظ میکنیم بعد از من تکرار بکنید مثلا وی apple, وی اپل اوکی اینم از این. حالا It means we don't need to find the exact name for something میگه بدیم معنیه که ما نیازی نداریم یک اسم دقیق برای چیزی پیدا بکنیم همون معنی چیز میشه دیگه یا چیزی چیزها اوکی okay? مثلا We talked about lots of things. یعنی ما راجع به چیزهای زیادی صحبت کردیم و مثال دوم Art is the thing that interests me most یعنی هنر چیزیه که بیشترین علاقه رو در من ایجاد میکنه من نسبت بهش بیشترین علاقه رو پیدا میکنم پس این تیکه لازم بود چون اینجا کلمه things رو داشتیم این تیکر رو بهتون گفتم که بعد بیایم اینجا معنیش بکنیم خب پس here are some things یعنی اینجا چیزهایی هست to help you که به شما کمک کنه when you are learning new words وقتی که دارید یاد میگیرید لغات جدیدی حالا اینجا کلمه help رو میبینیم که بولدش کرده و در اینجا در قسمت Glossary، توضیح داده Glossary یعنی فهرست توضیحات چیزی، واژهنامه نامه اینجور چیزها معنی میشه خب کلمه Help رو اومده بهتون توضیح داده خب Help که همه میدونیم یعنی کمک کردن ولی اینجا میخوایم بخونیم ببینیم چه جملاتی به عنوان تعریف براش آورده و سعی کنید اینا رو حفظ بکنید خب به عنوان تعریف براش اوورده Do something good for somebody این انجام دادن یه چیز خوب یه کار خوب برای کسی و در ادامه گفته make their life easier یعنی زندگیشون رو راحت تر کردن خب اینجا هم که دقیقا بهتون گفتم معنی چی میشه بریم قسمت بعدی خب در اینجا نوشته repeat words out loud two or three times to practice the pronunciation حالا قبل از اینکه اینجا معنی رو بگیم دو تا از لغت ها بولد شدن یعنی در قسمت گلاسری برای ما توضیحشون داده و قبل از اینکه این رو بخونم بگم که out loud یعنی با صدای بلند یا رسا و به عنوان تعریف فرش نوشته so that other people can hear it یعنی بنابراین بقیه مردم میتونن بشنونش و کلمه بعدی pronunciation تعریف فرش نوشته How to say a word یعنی چگونگی گفتن یک لغت که pronounce Verbش یا همون فعلش هست pronounce pronounce okay? حالا میرسیم اینجا repeat words out loud یعنی بلند و رسا لغت ها رو تکرار بکنید دو الا سه دفعه times به معنی دفعه یا بار هست to practice the pronunciation یعنی به جهت اینکه تمرین کنید تلفظ رو و در جمله بعدی ما write down داریم write down یعنی چی؟ اینجا نوشته write something down write something on paper so you can remember it معنیش میشه نوشتن چیزی روی کاغذ so بنابراین شما میتونید اون رو به یاد بیارید و کلمه notebook خب اینجا به عنوان تعریف اومده نوشته A book that you can write in حالا اصطلاحاً میشه همون دفترچه دیگه کتابی که شما میتونید توش بنویسید پس اینجا منظور چی بود؟ Write down new words in a notebook یعنی نوشتن لغات جدید در دفترچه یاد داشت یا دفترچه خب در ادامه نوشته It's important to keep a record of them because it will help you to remember them حالا keep a record یعنی چی؟ در اینجا نوشته record البته این کلمه record هم خونده میشه اون در معنای دیگهش هست که نقش فعل داره فعلا ما با نقش اسمش کار داریم که در واقع تلفظ درست record هست پس ما فعلا استرس رو روی سیلاب اول میذاریم و میگیم record چون با نونش کار داریم اما اگر ورب باشه در نقش فعل باشه استرس میره رو سیلاب دوم میشه record و حالا برای تعریفش داریم notes of things that have happened یعنی نوشته های از چیزهایی که اتفاق افتاده for example برای مثال a record of money that you have spent spent گذشته spent هست به معنای خرج کردن پول در اینجا میشه خب پس میگه یعنی ثبت کردن یا یادداشت کردن پول هایی که خرج شده است چون اینجا ما مازی نقلی یا همون حال کامل داریم که فعلا براتون یکم زوده میرسیم بهش ولی فعلا معنی این میشه و در آخر هم نوشته keep a record of something یعنی یادداشت برداری کردن از چیزی یادداشت کردن که معمولاً منظور از این هست که به شما در یادآوری کردنش کمک کنه دیگه پس در اینجا میگه مهمه که یاد داشتشون بکنید اونها رو چون به شما کمک میکنه که شما اونها رو به یاد بیارید جمله رو هم که خونده بودیم دیگه بریم بعدی Write the meaning in English or your own language خب کلمه مینینگ یعنی معنی The meaning of small is little یعنی معنی small یا همون کوچک گفته little هست یه ای این دوتا با هم دیگه مترادف دیگه دوتاشون به معنی کوچیک میشن حالا اینجا گفته معنی رو یا به انگلیسی یا به زبون خودتون بنویسید خب جمله بعدی که داریم تنها کلمه ای که بولد شده در اینجا use یا use هست اگر فعل باشه use در واقع تلفظ درستشه و اگر اسم باشه یوز هست که در اینجا به معنای استفاده کردنه که فعل پس ما همون یوز رو میخوایم فعلا اما مثلا اون کتاب های معروف انگلیش گرامر in use اونجا دیگه نونشه و شما باید از یوز استفاده بکنید بگذاریم فعلا اینجا با یوز کار داریم چون فعل و در این قسمت به عنوان تعریف براش نوشته do a job with something یعنی کار رو با چیزی انجام دادن به عنوان مثال براش نوشته I use a key to open my door میگه من از کلید استفاده میکنم که در رو باز بکنم و اینجا کلمه مای برای مالکیت این دره هست حالا اینجا چی نوشته؟ Write an example sentence with the new word یعنی با لغت جدید جمله مثال بنویسید و در ادامه گفته This helps you to understand how to use the new word یعنی این به شما کمک می‌کنه که متوجه بشید چگونه از اون لغت استفاده کنید خب کلمه بعدی که قرار یاد بگیریم situation هست situation به معنای موقعیت ولی بریم ببینیم که برای تعریفش چی اینجا برای اون نوشته things that are happening at a certain time دقت بکنید اینجا certain نیست certain certain یعنی چیزهایی که دارن اتفاق میفتن در یک زمان مشخص or in a certain place یا در یک مکان مشخص خب به عنوان مثال اینجا براتون نوشته i was in a difficult situation من در یک موقعیت سختی بودم at work که میشه سر کار today امروز because یعنی چون my computer یعنی کامپیوترم wasn't working کار نمیکرد. پس معنی کلی چی میشه من امروز سر کارم در یک موقعیت سختی بودم چون کامپیوترم کار نمیکرد I was in a difficult situation at work today because my computer wasn't working. But in اینجا there think of situations where you can use this word. یعنی به های فکر بکنید که میتونید لغت رو استفاده بکنید and perhaps write them down. The بکنید perhaps هست. Perhaps. اساتریس سیلاب دوم perhaps. و در اینجا کلمه perhaps دیگه شاید بهتر ترجمه نشه چه بسا و چه بسا بنویسیدشون اینم از این خب اجازه بدید من بیام روی صفحه خب بچه درس امروزم به پایان رسید خیلی خیلی ازتون متشکرم که من همراه بودید و خیلی خیلی ازتون ممنون میشم که من رو هم به دوستانتون معرفی کنید که اونم بیان از این آموزش رایگان استفاده کنن کتاب رو حتما ادامه بدید به جاهای خیلی خیلی تخصصی تر قراره برسیم خیلی خیلی ازتون ممنونم که از من حمایت میکنید ویدیو رو لایک میکنید و سابسکرایب چنل یادتون نره خیلی خیلی ازتون ممنونم تا ویدیوی دیگر